در همین حال شهردار کابل میگوید که تا 15 روز دیگر کار ساخت 10 پارک تفریحی در این شهر پایان می‌یابد. رئیس سرسبزی شهرداری کابل میگوید که غرس نهال و گلها به خاطر حفاظت از محیط زیست مسئولیت این نهاد است، اما در نگهداری آن مردم هم مسئولیت دارند. وی میگوید که شمار از افراد به ویژه معتادان مواد مخدر به ساحات سبز، درختها و بوته‌های گل آسیب می‌رسانند. و حال عزیز کریمی گزارش می‌دهد. رئیس سرسبزی شهرداری کابل میگوید که غرس نهال‌ها و بوته‌های گل در این شهر از مسئولیت‌های این نهاد است و مانند گذشته در این بخش کارهای زیاد صورت گرفته است. هرچند که شهرداری در آغاز هر سال هزاران نهال را در بخش‌های مختلف غرس می‌کند، اما از این نهال‌ها به گونه درست نگهداری نمی‌شود. رئیس سرسبزی شهرداری کابل مردم را در نگهداری فضای سبز مسئول می‌داند، اما میگوید که مردان معتاد به مواد مخدر به ساحات سبز، نهال‌ها و بوته‌های گل آسیب می‌رسانند. ساحر ما تماما سبز ساختیم، فضای بسیار مقبول و قشنگ است. در این قسمت قطعی هم شهریان در این منطقه و نایه با ما همکار نیست. چرا اگر همکار باشن شما ببینید که گلهای ما چقدر قشنگ و زیبا است، چقدر فضای خوبی است، اما پر از آمپول، پر از سگرت و کثافاتی که از پودریا باقی میماند. وی همچنان از تکمیل شدن کار ساخت شمار از پارک‌های تفریحی تا چند روز دیگر در کابل خبر می‌دهد. ما در حدود بیشتر از 10 پارک هم قریب افتتاح می‌کنیم در نواحی مختلف، که این مساوات ما در نظر گرفتیم که باید در هر ناحیه پارک داشته باشیم تا اهالی از اون منطقه بتوانند از پارک خود استفاده کنند تا ای که برن از یک منطقه به منطقه دیگر. با این حال شمار از شهریان کابل هرچند که از کارکرد ریاست سرسبزی اظهار رضایت میکنند، اما میگویند که شمار از مردم در این شهر با فرهنگ شهری بلد نیستند. و ما هم وقتا میبینیم که همین نیالایی که از طرف شهروالی پارکا غرس میشه، ما ایش نمیگذاره که از طرف مردم، از طرف بچه خود مردم که کتوری شریر نمیفهمند و کلی که قطع میشه، دوزی میشه، کشیده میشه، برده میشه. پس وظایف این مردم دو طرفه ایست که همین شهر خود خانه خود بدانند، به سرسبزیش کوشش بکنند. شهروال بدر در قسمت نیال و ای چیزات میشانند، دیگه عذابش از دیگهش خبر نداره. اونو چهار نفره که در قسمت خانهشان است، اونها یک او میتن در پارکا در اینجا که میشانند، او نمیتن، دیگه نمیتن. نصفش مردم دوزی میکنه میبرن، نصفش خشک میشه. کابل پر جمعیت‌ترین شهر افغانستان است که در حال حاضر کم از کم 5 میلیون نفر در آن زندگی میکنند. در تناسب به این جمعیت شمار پارک‌های تفریحی بسیار زیاد اندک است. مقام های محلی در غزنی از برنامه های توسعه‌ای در کشور انتقاد می کنند و می گویند روند این برنامه ها نامتوازن و ناعادلانه است. معاون والی غزنی می گوید در طرح این برنامه ها نوع تبعیض دخیل است. این سخنان در یک کنفرانس علمی تحقیقی زیر نام چرا تبعیض در غزنی گفته شد که در آن ریاست امور زنان از میزان بالای تبعیض میان پسر و دختر در خانواده های بی سواد نیز خبر داد. هدف از برگزاری این نشست علمی تحقیقی که چرا تبعیض نام دارد، بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به پدیده تبعیض در جامعه خوانده شده است. معاون والی غزنی در این کنفرانس تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای در کشور را نامتوازن خواند و گفت که این خود نشانه‌ای از تبعیض است و این روند را به زورمندان نسبت داد که در حکومت مرکزی نفوذ بیشتری دارند. در بعضی ساحات است اولادای مردم چندین قریه است یک مکتب ندارند، بالمقابل در یک قریجات دیگه که مردم های زورمند داره، مردم های مرتبط با حکومت داره، مردم های مرتبط با مؤسسات داره، ببینیم مکاتب در کنار هم دیگه قطار شده و این یک نوع بی‌عدالتی است. هرچند میزان تبعیض ها در غزنی تا به حال سنجش نشده است، اما رئیس امور زنان غزنی میگوید تبعیض در اکثر خانواده هایی که بی سواد اند به پیمانه زیاد وجود دارد. ما متأخر هستیم که این کنفرانس ها و سمینار ها و ورکشاپ های ما این بی نتیجه نیست. اگر 100% نتیجه ندهد، 50% و 30% و 20% هم باشه، به شکل مستمری ایره ما ادامه میتیم، انشالله به 100% خواهد رسید. ما یک قضیه امروز خود ما داشتیم. قبل از یک کنفرانس بیم یک خانم آرز شده بود، کورم آورد لطف خوب قرار داده بودن. او البته یک دخترک داشت و طفل دیگهشان دختر از سوره. شوهرش گفته من تو را با این دو دختر قبول ندارم، پسر نداریم، که تبعیض به نظر ما باید اول از خانواده دور شود. مسئولان این نهاد علمی تحقیقی میگویند که تا به حال این برنامه در بیشتر ولایت های کشور برگزار شده و این روند در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت.
و بار دیگر حملات راکتی پاکستان به مناطق مرزی ولایت کنر شدت گرفته است. مقام های محلی میگویند نظامیان پاکستان در تازه ترین مورد 87 راکت بر ساحات مرزی ولسوالی دانگام شلیک کردند که خسارات زیاد مالی نیز بر جا گذاشته است. در همین حال باشندگان محل خواستار واکنش جدی دولت افغانستان در مقابل این حملات میباشند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت افغانستان و اعتراض در شورای امنیت، هنوز هم حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی کنر همچنان ادامه دارد. جنرال ایواز محمد نظیری، قمندان امنی کنر میگوید ارتش پاکستان در 24 ساعت گذشته 87 راکت به ولسوالی دانکام پرتاب کرده که خسارات مالی نیز در پی داشته است. یعنی 87 مایل توپ یا پای توپ از اون طرف بالای ساعت ولسوالی دانکام صورت گرفته. باشندگان محل از ادامه حملات همزمان با رسیدن سرمای زمستان اظهار نگرانی کرده میگویند دولت افغانستان و جامعه جهانی باید جلوی این حملات را بگیرند. آنان همچنان اعلام آمادگی میکنند که در صورت پاسخ متقابل دولت افغانستان آنان در کنار نیروهای امنیتی کشور قرار خواهند داشت. حملات توپخانه‌ای پاکستان بر سرحدات افغانستان در حال ادامه می‌یابد که تا حال مقام‌های دو کشور بارها در این مورد گفتگو کردند و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این موضوع مطرح شد، ولی دولت پاکستان بدون رعایت تمام موازین قبول شده بین المللی و این تجاوز آشکار خود همچنان ادامه می‌دهد. بیننده های گرانقدر، سلام بر شما. با سپاس فراوان از همکارم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی می باشد، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و مزار شریف همچنان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. جلال آباد نیز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 14. و سرانجام قندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، لحظات خوش داشته باشید. این بود خبرهای امشب که از تلویزیون آریانا تقدیمتان گردید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار. اخبار